سلام آقا. سلام جانم. ببخشید قیافه من چقدر به نظرتون آشناس نه؟ بله؟ میخوای فکر کنی ببینی منو کجا دیدی نه؟ یعنی چه؟ برو ببینیم آقا. سب کن. ببخشید و به نظرتون منو تو اون سریال دوشنبه شبا ندیدی نه؟ کدوم سریال؟ سفید سیاه خاکستری دوشنبه پخش میشه و نقش اون پسر جوونه اینجوری. نه. چرا یکم دقت کن فکر میکنی منو اونجا دیدی. واسه همینه داری نگاه میکنی اینجوری. ها دیدی؟ نقش اون پسری که میاد تو خونه دعوا میشه و اینا؟ به نظرت خود خودشم دیگه. بله. به نظرت خود خودشم. بله. خوشحالی نه؟ بله خیلی خوشحالم. خیلی خوب امضا بهت میدم. امضا میخوای دیگه؟ امضا میخوام چیکار؟ امضا میخوای یادگاری؟ حالم دیدمتون ولی امضا نمیخوام. چرا امضا میخوای که یادگاری باشه دیگه؟ نه. چرا امضا برای خواسته سن؟ امضا شما به چه درد من میخوره آقا؟ به درد میخوره که یادگاری بعد نشون بده تو فامیل به همه. آقا من امضا نمیخوام. امضا نمیخوام. پس عکس میخوای؟ نه عکس هم نمیخوام. عکس یادگاری حیفا. بله. عکس یادگاری. آقا بار بکنه. من همونم ها. ببین حیفا. شهره نیا کدیه. خوشحال شدی من آشنا شدی نه؟ نه. چرا رفت؟ آقا صبر کن. یه دونه عکس یه امضای چیزی. چه وضعشه؟ اینا چیه تلت کردی؟ چرا اینجوری صحبت میکنی؟ اگه با تو نیستم بروز. سلام بابا. سلام چرا اینجوری صحبت میکنی؟ این چیه تلت کردی؟ مشقام تمام شد گفتم بیام از داره بازی کنم. این چیه؟ اینا کجا بردی؟ این پتومه. پتو رو برداشتی تیکه پاره کردی تلت کردی؟ این چیه؟ این دست جار برقیه. من 2 ساعت دارم دنبال تو میگردم بری دوتا نون بخری تو اومدی این کارا رو داری اینجا میکنی؟ دیگه اینجوری صحبت نکن. چش. اینو بگیر برو سری دو تونو بخر. میرم درس میخونم. نمیخواد. بگی اینا رو برو موقعی که میگیم درس بخون نمیخونه. بگی برو. بده اینم بده من. اونم بده. بده برو. بده برو. دلم خوش بچه ادب کردم. شیه. کوکو. کوک. آبایی. برپا برجا. خب اونی که خودش میدونه بلندش بیاد بیسته اینجا. خب آقا چرا همیشه ما رو انتخاب میکنه آقا؟
به خاطر استدلالایی که از خودت در میاری سر ضرب المثل آخرت، به اون دلیل. خب باید امروز برای من هر چی ضرب المثل هست که توش موجودی به نام موش هست برام بگی. موش تو سوراخ نمیرفت، جارو به دنبش میبست. میبست، بله. بعد موش گربه در گرفتن موش، شیره در مساف پلنگ موشه. موشه، بله. بعد بعدش هم بگیم آقا موش موشک آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه. بعدش نزنه، بله. یه دن دیگم دیوار موش داره، موشم گوش داره. داره، بله. بله. بعد بازم بگیم آقا. بله بله. از حول علیم افتاد تو دیگ. تو دیگ؟ بله. لابد موشم افتاد تو دیگ. نه آقا، آشپزه از ترس موشه میافته تو دیگ. با سلام به دوستان رشته وزنه برداری، این چهره شولفوسکی هست، مورد تشویق قرار میگیره، حالا سراغ گچ میره، میخواد وزنه 230 کیلو رو روی سر ببره. داخل گچ یک گردو پیدا میکنه. باز هم داخل گچ یک گردو پیدا میکنه. نباید حواسش پرت بشه. از این ورزشکار بعید هست، میخواست گردو رو با دندون بشکنه، این کار درستی نیست. حالا این یک چیزی. خب حالا موفق به شکستن گردو میشه. امیدواریم از مسابقه امروز ما لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما. سراغ من و این مرد که سهراب بود دیگر نیامد. من اومدم استاد. سلام. سلام. خسته نموشی. قربان. استاد ببخشید، برنامه شروع نشد هنوز، نه؟ نه خیر، هنوز. من میخواستم قبل از شروع برنامه یه مطلبی خدمتتون عرض کنم. بفرمایید. ببخشید استاد، خانواده گفتن که اگر دوباره میخوای بری اونجا صدمه ببینی دیگه فردا نرو سر کار. اه، من چه کاری از دستم برمیاد؟ البته نمیگم سوء تفاهم نشه، شما صدمه میرسونی من خود به خود اینجا صدمه میبینم، ولی خب برای اگه سعی کنی یه کمی نمایشی تر باشه اون لطمه‌ای که به من وارد میشه خیلی بهتره. خواهش میکنم، شما مطمئن باشید امروز من کاملا ضربات نمایشی اجرا میکنم. از امروز روش عوض شد؟ بله، کاملا نمایشی امروز. خیلی ممنون استاد. خواهش میکنم. بله بله، شروع شد. برنامه شروع شد. بله. استاد پس نمایشی دیگه؟ بله. من همیشه تعریف شما رو. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، در خدمتتون هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آموزش کمک‌های اولیه. برنامه امروز ما ضربات سنگین بر روی قفسه سینه باشد. مواد لازم: یک عدد همکار، یک عدد جعبه کمک‌های اولیه. آماده شما؟ بله بله. بله. آهای پلوتوس. بگو بله.
چی بگم؟ بگو بله. بله. این مرد کیست در پشت پرده ها به سخنان من و تو گوش فرا داده است؟ بگو منم. من شمایی. منم. او باید کشته شود تا دگر این چنین نباشد. پس بکشیدش ای استاد. تو آماده ای؟ بله من آمادم. پس بگیر که آمد. مصدوم آماده است. چرا زدی؟ دیگه از این نمایشی تر پرده سوم حمله تو واسه اجرا کردم دیگه. بله در این مواقع شما کاملا خونسردی خودتون رو حفظ میکنید. در اینجا شما تنها کاری که میتونید بکنید اینه که این پماد خشکی صورت رو برمیدارید، از روی درش یه مقدار به صورت همکارتون میمالید و میفرستش بره یه جایی که دنده هاشو جا بندازه. برو دیگه. بریه فرده بریم. نه یا تو باید خوب برف من گوش بدی. نمیخوام. باید این کار انجام بدی. نمیخوام. بگر نمیکشم. گفتم نمیخوام. نمیخوام جراته. آقا یواشا چک بزن. کت کت کت. آقا جان این چه وضع پک زدنه؟ چه وضع پک زدنه؟ معذرت میخوام آقای کارگر، منظورتون چکه دیگه. چک. این چکه. چکه یه چیز دیگه است. چرا نمیفهمی؟ چکو میذارن زیر ماشین بره بالا پنچرشو بگیرن. آقای کارگر معذرت میخوام، منظور شما جکه. جک. جک اینه. جک اینه. میخوای جکتو خورد کنم؟ آقای کارگردان شما مجید نیستی؟ آقا تو چیکار به این کارا داری؟ بحثی تو بکن. آقا جون برای من مهمه ببینم کارگردان من مجید هست یا نیست. میگم بابا تو بحثی تو بکن دیگه. ای بابا. وای مجید. مجید اگر میدونستم کارگردان این فیلم جنابالی هستی عمران بازی نمیکردم. منم نمیکردم. بعد در ذهن اسم این جک نیست. فک تو فوتباله میگن. فک راست، فک چپ، فک آخر، فک جلو. آقا ببخشید. لابا شما هم بهدادی نه؟ بله بفهم. بله بفهم. مجید دل بندم اون بکه بک. ببین بابا الان جهر رو بس کنی بکت میکنم بری. چقدر بیدن مجید دل بندم. اول این حرف بدیه، بعد در ضمن اون دکه. دک یه تعریف دیگه ای داره. این چقدر پرته میبینی؟ دک یعنی یکی دک و تنها دیگه. دک و تنها یه نفری. واه جان اون شکه. شک بالا باقا دینه. آقا حرف نزن، دخالت نکن دیگه. چقدر پرتی شما. بله ببخش مجید دل بندم. اون میدونی چیه؟ اون تکه. تک و تنها. تک. آقا جان من دیگه الان حوصله ندارم. اصلا جفتتون هم دیگه الان برین تکم هم نمیگزه. بالا. اون چیه؟ آقا اون کیکه. آه. پرت بازی گفتم در نیار مجید دل بندم. اون ککه. کک. ککه یه تعریف دیگه ایده. نکن وقتی روی دفترمون جوهر میریزه میگیم دفتر اون کک افتاد. هی مجید دل بندم. اون لکه. لک بابا چیزه. روی چون وقتی میکنن کنده کاری میکنن میگن لک. اسم مسترش لکاکیه دیگه. نمیدونه. مجید دل بندم اون حکه. حک. اشتباه میکنیم. بذار الان تعریف درستشو میگم. الان من از دست شما خون تو حکام به جوش اومد. اینه ها خون تو حکام به جوش اومد. وای مجید دل بندم. اون که یکی دیگه است به این میگن رگ. رگ. هی در این روی رگ منو بالا میارین ها. چقدر بد دهنی تو مجید دل بندم. این حرف خیلی بده. بد در زم میگن روی سگ. سگ. بابا چقدر اشتباه میگی. سگ که اون گلاب کمربند رو میگن. هی آقا جون اون پلنگه. بارا بابا این چقدر پرته. اون سگکه. مجید دل بندم. سگک. سگک که یه نونه. تافتونه نمیگم. بربری رو نمیگم. خود سگک رو میگم دیگه. اون سنگکه. سنگک. سنگک اون چوب از دسته اون نوکش چیز داره. میله میله تیز میزنه تو گندما. های مجد دل بندم. اون چنگکه که ربطی داره. چنگک. آقا جد دست نزن. یه دونه پک نمیتونی بزنی تو. چجور بازگری هستی؟ یه پک نمیتونی
خدمت این یه پک بزن. پک دیگه از این پک ها منظور بود. این همه عوامل رو پک چرا این پکه دیگه این پکه پس این چیه؟ این پکه یا چکه؟ پکه یا چکه؟ سلام آقا. سلام. ببخشید چقدر قیافم به نظرتون آشناس نه؟ بله؟ میخوای فکر کنین ببینین منو کجا دیدین نه؟ یعنی چه؟ برو پیکاره. سب کن. ببخشید منو تو اون سریال سه‌شنبه شبا ندیدین نه؟ میخوای فکر کنین ببینین منو اونجا دیدین. سه‌شنبه شبا؟ یه سریال که بیشتر پخش میشه. همون سریال هوای سبز. چرا اونجا دیدی دیگه؟ اونجا من اونم. نه. چرا فکر می‌کنی من اونم؟ حالا به نظرت من اونم؟ نه. اونم مثل تو چشماش ریزه ولی نه تو اون نیستی. اونجا گیلیم دارم قیافم یه ذره فرق میکنه. نه چرا من خودشم. خجالت نمیکشم. برای چی خجالت بکشم؟ من کارگردان هوای سبز. چون من اونم چطور من نهیدمت اونجا؟ همونیم که میگم اونجا. دروغ نگو. ببخشید آقا شرمنده به من گفته بودن شبیه اونی. من گفتم که ببخشید شما کارگردان این خیلی کار زشتیه. من خواستم آتون شوخی کنم. شما کارگردان اون سریالی؟ بله. یه امضا رو هم میدین؟ حالا شما واقعا کارگردانش یه مثلا دروغ گفتی. یعنی شد بگیم امضا رو میکنم. برو آقا نه ببخش. برو پیکاره. یه امضا. برو پیکاره. آقا یه امضا. امضا بی امضا. برو پیکاره. آقا یه امضا. برو پیکاره. یه امضا. عکس میخوای بگیری ما؟ نه خیر. برو پیکاره. آقا یه ماشین بیاد منو برداره ببره. اون شیشه ما رو چکوندی. من چی بگم به تو؟ ببخشید. همین ببخشید. پولاتون هم که قدیمیه هیچ جا قبول نمی‌کنم. ما کلی داریم پول میدیم پای این شیشه. قول میدم دیگه تکرار نشه. همین. بذار من ببینم. دستت کن. اینه. دیگه تکرار نمی‌کنم. تو سایه شما رو گیر. ببین دیگه تکرار نمی‌کنم. ولش کن. دیگه نمی‌دادم. دستت بذار. دست بذار. ببین. نمازی. سرشم بیا. اینجا پیدا نشو. شعر خوندنه؟ چرا انقدر بی احساس میخونی؟ آقا پس چجوری بخونی؟ با احساس بخون با ذوق. ناصرالدین دیدی شاهنامه میخونی؟ گوش کن ببین من چجوری میخونم. گوش کن. هر آنگاه که خشم آورد بخت شوم نشد. هر آنگاه که خشم آورد بخت شوم شود سنگ خارا به کردار موم. به کشتی گرفتن نهادن سر گرفتن هر دو دوال کمر. سرافراز سهراب را زور دست تو گفتی که چرخ بلندش ببست. همی گشت رستم بیازی چنگ
همی گشت رستم بیازی چنگ، گرفتان سر و یال چنگی نهنگ. خم آورد پشت دلیر جوان، زمانه بیامد نبودش تبار. ادار چیا؟ چونی کلاس اینجور میکنی؟ بل کلاس من نرسین؟ داریم شاهنامه کار میکنیم ها؟ خب دگر باورا به سوی سهراب. آقا ما سهراب نیستیم که، ما سپهریم. خب سهراب چرا امروز نیومده؟ تعطیله، برین برین تا سهراب نیومده درس میدم. آمدی گفتش ولی من هست احتمالا اینجا. آقای احمدی، آقای احمدی. بله آقا. سلام. سلام آقای احمدی. آقای احمدی کیه؟ دوستمه. هر کی میخواد باشه. بله. ساعت داری؟ نه متاسفانه. چرا میای این وقت زور مزای مردم میشی آقا؟ ببخشید. برو دنبال کارت. چشم. برو آقا. چشم. با آقای احمدی گفت کجا؟ ها؟ طبقه اول دوم بوده. احمدی؟ احمدی؟ آقای احمدی؟ آقای احمدی که؟ من نگفتم اونجا منزل آقای احمدی نیست. خب اونجا رو گفتین. اینجا رو هم گفتم. خب ببخشید. ساعت داری؟ نه متاسفانه. پس چرا میای واسه مردم میشی؟ دیگه نمیشم دیگه. ها؟ نمیشم. ببخشید. برو. چشم. آیا طبقه دوم در پنجره دوم منزل آقای احمدی؟ بله. بازم شما؟ بازم شما. ساعتم که ندارم دیگه. پس شما بیایم از این مردم میشه؟ دیگه نمیشم. چشم برو. ای آقای احمدی، آقای احمدی. بله. بیجا بارو که احمدی رو بخواستم. ساعت داری؟ نه 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 ساعت. برو دنبال کارت. چش برو. شاید من میرم. میرم من میرم. احمدی آقا ببخشید ساعت خدمتتونم. نه وای این آقا چه اینجوری کردن؟ ساعتم بدید. خدمت بینندگان عزیز، در خدمتتون هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های گزارش ما. ما امروز به یکی از محله‌های ساکت اومدیم تا مصاحبه کوتاهی داشته باشیم با اهالی محترم این محل. آقا استقبال جمعیت رو ملاحظه می‌فرمایید که چه استقبالی از ما داره میشه و مردم همه آقا اجازه بدید. چه؟ اجازه بدید. لوست آقا شما بیکاری آخه این گریه اینو در میان نمیدونی گریه ایه؟ آقایون اجازه بدید من با یکی یکی توست بابا اجازه بدید دیگه خودم با یکی یکی تو مصاحبه میکنم کی میخوام مصاحبه؟ بله ما خودم انگه این چه دادی اینو و اونو دورمین ها از این همه دیده که خواست مصاحبه کنه آی
بگو چی شده؟ مال استودیوه؟ یازدنه؟ یعنی چی؟ یعنی میکروفون استودیون 11 گم شده. ما تیه تحقیقاتی که به عمل آورده ایم دیدیم همینه. از کجا؟ از شماه انبالش. یعنی این استودیو 11 بیریم آقا. این مال واحد سیاره. کوب اینا ها؟ اینا استودیو 11 ها رو بینیم. مال استودیو 11 گلابی داره، این سیب داره. بیا سیبش برده مال خودت. این دکارنه گلابی سیب. بیا سیب میکنی. ساعت چنده؟ 12 تا 1. وقت چیه؟ نهافره. ای ای هوشنگ از 10-20 رو گرفته لام. کتش مال ما نیم. ببینم. نه 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 بابا نه. تفلک مال ما نیست، مال استودیون سیاره. خب بدون که هوشنگ الان همه غذاها رو میخوره. بیا بیا نخوره به در دیوار. نه نه دیوار. بیا پایین، من اولین بار رو میدارم مسابقه میدارم، نه آبروم میره. بیا پایین. نمیای آقا ببخشی میشه بیام پایین؟ من یه کاری داشتم با تو. داداشو شما چرا اینجوریه؟ حتی من نمیخوام بد بگم از داداشتون پیش شما، تو این یه جوراییه، هرچی من میگم گوش نمی کنه. این داداش شما چرا اینجوریه؟ این داداش شما چرا اینجوریه؟ او بیا پایین، من الان آبروم میره جلو پدر زنم اینو، اومدم مسابقه رو ببینم. بیا پایین دیگه. آبروم بردی. بیا پایین دیگه. سلام خدمت بینندگان عزیز، در خدمتتون هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آموزش کمک‌های اولیه. این قسمت از برنامه راجع به شکستگی بینی میباشد. مواد لازم: یک عدد همکار، مقداری دستمال کاغذی، مقداری گچ، یک عدد لوله خودکار و یک عدد سوسک میباشد. بله ببخشید سوسک کجاست؟ این سوسک؟ سوسک زنده است؟ بله. آخ 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 رو رو بینی شماست. رو بینی منه؟ رو دماغ. بخشش! بیا چلو. بخش! بیا 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 بیا. آه! این دماغا! مصدوم آماده است. در این مواقع خیلی خونسرد دو عدد دستمال کاغذی رو برمیدارید، به این صورت تاشو باز میکنید، برای جلوگیری از خونریزی فرو میکنید تو بینی. به این صورت. اگه فرو نرفت میتونید اینجوری بذارید، خودکار رو برمیدارید، به این صورت فرو میکنید. نمیشه.
هیچ اشکال نداره، فرو میکنه تو دهن. تو دهن که احتمالاً صدای مصنوع هم بهم میاد، داد و فریاد نمیکنه. در این مواقع مقدار گچ احتیاجه. گچ نداریم یه برای، به خاطر همین میتونید از گچ تحریر استفاده بکنید. به این صورت که البته اگر اشتباه شد میتونید از تخت پاکا استفاده کنید پاک کنید. به این صورت میکشید رو صورت مصنوعی، یه مقدار رو بینی قشنگ میکنید. بعد به این صورت مقداری هم رو دست پاک کاغذی میکشید. بله بله، حالا من شما رو ببینم. قیافه مصنوع خیلی وحشتناک شده. اینو میتونید برای وقتی که بچه‌ها کار بعدی انجام میدن ازش استفاده بکنید. میتونید اگه بچه کار بعدی انجام داد بهش بگید میدیم لولو بخورتت. لولو، لولی، میلو، میلو. در این مواقع اگه صدای مصنوع بلند شد دوباره میتونید یه مواد لازم دیگری هم استفاده بکنید. چکش بلند میکنید هوا، زد میخوای این میزه رو صفر میکنید. من فردا دیگه نمیام. نه آقا،